سلام. شبکه من و تو همونطور که میدونید یه گزارشی رو منتشر کرد در خصوص قبرس شمالی. به هر حال این شبکه با سابقه حتما میدونه داره چه کار میکنه، اما به لحاظ حرفه‌ای خطاهای فاحشی توی این گزارش وجود داره که آدم ممکنه به خودش فکر کنه یه نفر 10 دقیقه نشسته یه سرچی کرده و بعدم یه گزارشی درست کرده، حالا به هر دلیلی. درسته که امکانات لندن نشین با قبرس نشین از زمین تا آسمون متفاوته، اما بد نیست بعضی از موارد رو با هم مرور کنیم. اول از همه این ینی اسکله 5 سال پیش انقدر آباد نبود، اما متروکه هم نبود. در ثانی تصاویر جاهای دیگر رو مثل فاماگوستا که نمیشه به جای اسکله نشون داد، بماند تصاویر شهرهای مدرن به جای قبرس شمالی. از این که بگذریم، قبرس شمالی تو سال 1983 اعلام استقلال کرد، نه 5 سال پیش. انتخابات ریاست جمهوری 11 اکتبر 2020 تو قبرس شمالی مرحله اولش برگزار شد و تو 18 اکتبر آقای تاتا رئیس جمهور شد. پس هنوز از زمان ریاست جمهوری ایشون کمتر از 3 سال میگذره، نه 4 سال. دوره‌های قبل هم اینجا انتخابات بوده و از عنوان رئیس جمهور استفاده می‌شده. حالا مثل هر جایی ممکنه نفوذ بشه تو انتخابات، اما اینکه آقای تاتار بیاد و بگه من رئیس جمهورم نیست. این عدد 1/6 جمعیت روس هستند رو هم نتونستم درک کنم. تو گزارش ساده‌ای که شما آماده کردین 2 تا تاریخ داره که هر 2 تا اشتباه. اون وقت چه مرجعی تایید کرده که 1/6 روس هستند؟ یه مجله بریتانیایی مثل شما؟ تو گزارش اومده تا حالا هیچ کشوری قبرس شمالی رو تحریم نکرده. خب عزیز دل، میشه بگید کدوم کشور اینجا رو به رسمیت شناخته که حالا بخواد تحریم کنه؟ نظام بانکی اینجا دقیقاً نظام بانکی ترکیه است، چون یا بانک‌های اینجا شعبه‌ای از بانک‌های ترکیه هستند مثل ایش بانک، و یا شرکتی هستند که یه حساب توی یه بانک ترکیه دارن مثل کپیتال بانک که یه حساب هست تو بانک اوقاف ترکیه یا همون وکیفلر بانک، که این هم مطابق با نظام بانکی ترکیه است. پس سویفت هم همون قوانین ترکیه رو دارست. اما پرواز مستقیم از روسیه از 3 سال پیش حرفش زده میشه، موضوع جدیدی نیست. حتی اوایل جنگ روسیه و اوکراین هم این موضوع حسابی داغ شده بود، اما هنوز که خبری ازش نیست. ضمناً ترکیب جمعیتی مقیم قبرسی فرق چندانی نکرده، هنوز که هنوز همون نسبت 1/3 رو داراست. کاش شما که به خرید روس‌ها و ایرانی‌ها و تحریم‌های اونا اشاره کردی، به خریداران اسرائیلی هم اشاره می‌کردی. کاش به جای گزارشات اشتباه میگفتی تا حالا چند نفر ایرانی توی این قسمت از جزیره جون خودشون رو از دست دادن و اصلا به چه دلیلی. کاش از اون فرد انگلیسی قبرسی الاصل میگفتی که اینجا تو میخونه ادعای پیامبری کرده بود. حتما جا داشت بگی که اوکراینی ها و روسا فارغ از جنگ دولت مرداشون اینجا کنار هم زندگی میکنن. کاش گزارش هایی که درست میکنیم صرفا برای پول نباشه. بگی که اینجا برق خیلی گرونه ولی بازم روزی 1-2 ساعت قطع میشه. کاش میگفتی مردم همین سرزمین کوچیک برای آزادی مطبوعات و حفظ سکولاریسم تو جامعه همه با هم میان کف خیابون. اگه میخواستم برای این برنامه هم سخن آخری بذارم، میگفتم که و حرف آخر این که شاید این گزارش نتیجه بدقولی یکی از دفاتر املاک قبرس شمالی بوده که قرار بوده به این خانوم یه کامیشن خوب بده و نداده. بدید آقا کمیسیون رو بدید تا گزارشات خوب رو برامون بنویسن. مثل همیشه دلتون شاد، لبتون خندون.